خطابه نخست وزیر نرند مودی به ملت از باروهای قلعه سرخ به مناسبت 73 سال روز استقلال هند در 15 ماه اوت 2019 میلادی. هم مهران عزیز، من در این روز مقدس استقلال هند به هم مهران عزیز تبریک می گویم. امروز فستیوال رکشا بندن نیز می باشد. این سنت قرون متمادی محبت برادر و خواهر را نشان می دهد. من به همه هم مهنان و همه برادران و خواهران در این فستیوال مقدس رکشا بندن تبریک می گویم. این فستیوال پر از مهر و محبت، آرزوها، آرمانها، رویاهای همه برادران و خواهران را به تکمیل می رساند و مهر و محبت را در زندگانیشان به وجود می آورد. در حال حاضر، در حالی که کشور فستیوال استقلال را جشن می گیرد، مردم در قسمت‌های متعدد کشور به علت جریان سیل و باران سنگین دچار مشکلات می باشند. بسیاری از آنها عزیزانشان را از دست داده اند و من از همه اینها اظهار تسلیت می کنم. حکومت‌های ایالتی، دولت مرکزی و سازمان‌های دیگر مانند نیروی واکنش فوج ملی شبانه روز برای آسان نمودن مشکلاتشان و تحت کنترل درآوردن وضعیت جدوجهد می کنند. در حال حاضر هنگامی که ما این روز مقدس استقلال را جشن می گیریم، من از همه کسانی که زندگانیشان را از دست دادم، جوانیشان را در زندان به سر بردند، بدار آویخته شدند و روحیه عدم خشونت را از طریق ستیاگرا برای آزادی کشور دمیدن احترام می گذارم. این کشور تحت رهبری باپو یعنی پدر ملت به اخذ استقلال نائل آمد. همینطور در سالهای پس از استقلال بسیاری از مردم برای صلح، سعادت و امنیت کشور سهم به سزا داشته اند. امروز من همچنین به کسانی که برای تکمیل آرزوها و آرمانهای مردم برای عمران صلح و سعادت هند مستقل سهم به سزا داشته نیز سلام می گویم. پس از تشکیل دولت جدید بار دیگر به فرصتی دست یافتم تا با شما تعاملی داشته باشم. از تشکیل این دولت جدید حتی 10 هفته هم نگذشته است، اما در این مدت کوتاه 10 هفته‌ای در همه زمینی ها و در همه جهت تلاش هایی بمل آمده و به آن بود تازه‌ای افزوده شده است. مردم ما را موظف نموده اند تا به خدمت شما بپردازیم تا آنها بتوانند آرزوها، توقعات و آرمانهایشان را به تحقق برسانند. ما برای خدمت شما با فداکاری کامل و بدون تلف نمودن حتی یک لحظه هم متعهد هستیم. برچیدگی ماده 370 و 35A قانون اساسی در ظرف 10 هفته یک اقدام بزرگی در جهت تکمیل رویای سردار ولبھ بھائی پٹیل می باشد. فقط در ظرف 10 هفته ما تصمیمات بزرگی را از قبیل وضع قانونی بر علیه طلاق ثلاثہ، برای حفظ حقوق زنان مسلمان، اصلاحات بزرگی در قوانین برای مقابله با تروریسم و سخت نمودن آن و انتقال تقریبا 900,000,000,000 روپے به حسابهای بانکی کشاورزان که ذی نفع طرح صندوق احترام گزاری کشاورزان نخست وزیر هستند گرفتیم. برادران و خواهران ما از جامعه کشاورزی و کار آفرینان کوچک ما حتی می توانند باور بکنند که آنها هیچ وقت قادر به کسب ترهایی حقوق بازنشستگی و بسر بردن یک زندگی آبرومندانه حتی پس از سن 60 سال هنگامی که از لحاظ جسمانی ضعیف و نیازمند پشتیبانی می شوند خواهند شد. بحران آب در این روزها یک مایه نگرانی بزرگ می باشد. این پیش بینی می شود که یک بحران قریب الوقوع آب در پیش ما قرار دارد. ما در نظر گرفتن این چنین وضعیت تشکیل یک وزارت متعهد جدید جل شکتی یعنی نیروی آب را
اعلام نمودیم که دران دولت مرکزی و ایالات به اتفاق یک دیگر طرحا و سیاست هایی را برای رفع مسائل بحران تدبین خواهند نمود. کشور ما احتیاج به تعداد زیادی از پزشکان همراه با تسهیلات بهداشتی فراگیر دارد. ما برای تامین این احتیاجات نیازمند قوانین جدید زیر بنای تجدید یافته اندیشه جدید و ایجاد فرصت های نوین برای تشویق از جوانان برای به عهده گرفتن حرفه پزشکی هستیم. نظر به این ما قوانین را وضع نموده ایم و اقدامات بزرگی را برای درآوردن فرانمایی در آموزش و پرورش پزشکی به عمل آورده ایم. در حال حاضر ما مواجه با حوادث تقلب ورزی از حقوق کودکان در سراسر جهان حسیم و هند کودکانش را آسیب پذیر نخواهد گذاشت. یک قانون مطلوب بسیار سختتر برای حفظ حقوق کودکان ضروری بود و وضع شده است. برادران و خواهران، شما به من فرصتی فراهم نمودید تا به مدت 5 سال از سال 2014 تا 2019 میلادی به خدمت همه شما بپردازم. ما جدوجهد گریبانگیر عموم مردم برای حصول تحصیلات اساسی را مورد توجه قرار داده ایم. دولت ما در طول 5 سال گذشته سعی نموده است تا این تحصیلات را برای تامین احتیاجات روزمره مردم فراهم نماید. تلاشای ویژه‌ای برای فراهمی این تحصیلات به کسانی که در روستاها بسر میبرند و برای کسانی که فقیر هستند، به حاشیه قرار دارند، دستخوش جور و تعدی قرار دارند، مورد استثمار قرار گرفته و محروم هستند و به طبقات اشاعری تعلق دارند به عمل آمده است. ما به طور خستگی ناپذیر در این جهت برای برگرداندن کشور به خط عمران کاری را انجام می دهیم، اما زمان رو به تغییر است. در حالی که سال 2014 تا 2019 میلادی یک دوره تامین احتیاجات اساسی شما بود، سالهایی از 2019 میلادی به بعد شاهد تامین آرمانها و رویای شما خواهد بود. هند در قرن 21 چطور باید به نظر برسد؟ این باچه سرعت باید رو به پیش شفت نهد. این چطور بهتر گستردهی باید کاری را انجام بدهد؟ این تا چه حدی باید بکوشد ما اقداماتی را یکی پس از دیگری با آمادگی برای یک نقشه راه برای 5 سال آینده با در نظر گرفتن همه اینها به عمل می آوریم. من به سراسر کشور سفر نمودیم و حتی سعی نموده ام احساسات هم مهنان عزیز را پی ببرم. اما هر کس نومید بود و آن از چهرهشان هویدا بود و هر کس بیم و ترس را می داشت. مردم تعجب می کردند که آیا کشور می تواند کاملا دیگرگون بشود؟ آیا کشور می تواند با تغییر دولت تغییر یابد؟ یک احساس بیچارگی در اذهان عموم مردم وجود می داشت. این نتیجه تجربیات دیرینهشان بود. توقعات دیرپا نبود. آنها به صورت در عمق ناامیدی فرو رفته بودند، اما در سال 2019 میلادی پس از زحمات سرسخت 5 سال با فقط تعهدی برای عموم مردم، فقط با داشتن کشورم در قلب خودم، فقط داشتن میلیونها نفر از هم‌میهنانم در قلب خودم، ما با این احساس به جلو رفتیم و هر لحظه ام را برای آن وقف نمودیم. هنگامی که ما در سال 2019 میلادی بار دیگر برای به گرفتن زمام حکومت به جلو رفتیم، من متحیر بودم. رویه کشور تغییر یافته بود. ناامیدی مبدل به امید شده بود. رویاها به تحقق رسیده بود. دستاوردها هویدا بود و عموم مردم این عزم راسخ را می داشتند که آنها می توانند کشور مطبوع خود را تغییر بدهند. بله، این احساس وجود داشت که ما نیز می توانیم کشور خود را تغییر بدهیم و اینکه ما نمی توانیم عقب بمانیم. این احساس 1300 میلیون نفر از شهروندان ما، این بازتاب احساسات به ما نیروی تازه‌ای و اعتقاد تازه‌ای می بخشید. ما با شعار تعاون همگان و عمران همگان شروع به کار نمودیم، اما در طول 5 سال هم مهنان ما در تمام روحیه ملت رنگ اعتماد همگان را پاشیدن. اعتماد و اطمینان که هر کس به ما در طول 5 سال داشته برای ما الهام بخش خواهد بود تا با نیروی هرچه تمام در به خدمت کشور بپردازیم.
من انتخابات اخیر را دیدم و سپس احساس کردم که این انتخاباتی است که در آن هیچ سیاست مدار مسابقه نمی کرد، هیچ حزب سیاسی مسابقه جویی نمی کرد، نه مودی و نه دوستان مودی در انتخابات مسابقه جویی می کردم. این مردم هند بوده که در انتخابات شان مسابقه می کردند و 1,300 میلیون نفر هم مهنان بوده که در انتخابات مسابقه جویی می کردند. آنها برای رویای خود مسابقه می کردند. چهره واقعی دموکراسی را می توان در انتخابات دید. همیهنان عزیز، ما باید با تصفیه مسائل همراه با دوره رویاها از مراسخ و دستاورد با هم قدم بزنیم. این حویداست که پس تصفیه مسائل احساس اتکاب خود به وجود می آید. تصفیه مسائل از صورت اتکاب نفس تشویق می نماید. هنگامی که اعتماد به خود وجود می آید، عزت نفس خود به خود به وجود می آید و عزت نفس امکانات بسیار محکم را دارد. نیروی احترام به نفس بزرگتر از همه چیز می باشد و هنگامی که یک رای حل از مراسخ استعداد و احترام به نفس وجود دارد، چیزی نمی تواند در راه موفقیت حائل بشود و در حال حاضر کشور دارای این احساس احترام به نفس می باشد. در حال حاضر ما با این احترام به نفس مصمم هستیم به جلو برویم و به اوج اطلاع نوین موفقیت برسیم. هنگامی که ما برای تصفیه مسائل سعی می کنیم، ما نباید احساس انزوا بکنیم. دشواری ها وجود خواهند داشت. تلاش های بی علاقگی به منظور حصول تحسین و ستایش در تکمیل رویاهای کشور کمک نخواهد کرد. ما بایستی برای از بین بردن ریشه های مسائل بکوشیم. شما مشاهده نموده اید که چطور دختران و خواهران مسلمان در سایه شمشیر طلاق ثلاثه بر سرشان با بیم و ترس می زیستند. حتی آنها قربانیان طلاق نباشند. آنها همیشه دوچار این احساس می بودند که آنها نیز ممکن است هیچ وقت دوچار آن بشوند. بسیاری از کشورهای اسلامی این جریان بدی را خیلی پیش از بین برده بودند، اما به دلایلی ما از دادن حقوقشان به مادران و خواهران دریغ می داشتیم. اگر ما می توانیم رواج ستی را از بین ببریم، اگر ما می توانیم بر علیه سیستم جهیزیه در این کشور اقدامات سرسخت را به عمل آوریم، سپس ما چرا نمی توانیم صدای خود را بر علیه طلاق بلند بکنیم؟ ما این تصمیم مهم را در روحیه دموکراسی و قانون اساسی برای احترام گذاری از اندیشه های بابا صاحب امبیدکر گرفتیم تا خواهران مسلمان ما بتوانند حقوق مساوی را به دست بیاورند، تا به آنها یک اعتماد جدید به وجود آید، تا آنها هم شرکای فعال در مسافرت عمران هند بشوند. این چنین تصمیمات برای حصول منافع سیاسی نمی باشند، آنها ضامن یک تحفظ مادران و خواهران ما می باشند. همینطور من یک مثال دیگری را خواهم داد که درائلی در پشت الغای ماده 370 و 35 ای قانون اساسی وجود داشته. این مشخصه این دولت می باشد. ما از مسائل اجتناب نمی کنیم و نما اجازه می دهیم که آنها گندیده بشوند. فرصتی برای تاخیر یا نادیده گیری مسائل وجود ندارد. کاری که در طول 70 سال گذشته انجام نداده شده در ظرف 70 روز پس از رویکار آئیه این دولت جدید داده شد. برچیدگی ماده 370 و 35 ای در هر دو راج سبھا و مجلس مردم با اکثریت 2/3 انجام داده شده از معنیش این می باشد که هر کس خواهان این تصمیم گیری بود، اما آنها شاید منتظر کسی بودند که همان کار را آغاز نماید و آن را به جلو ببرد. من برای انجام دادن این وظیفه که هم میهنانم به وضع من گذاشته آمدیم، ما با از خودگذشتگی کار می کنیم. ما با تنظیم مجدد جموں و کشمیر به جلو می رویم. هر دولت در طول 70 سال تلاشائی را برای انجام دادن چیزی به عمل آورده است، اما نتایج مطلوبه به دست نیامده و هنگامی نتایج مطلوبه به دست نمی رسند، لزوم تجدید نظر و به عمل آوری اقدامات جدید به عمل می آید. این مسئولیت ماس کے ببینیم کے آرمانہ مردم جموں کشمیر و لداخ بے تحقق برسد.
ان مسئولیت دست جمعی ماسک کے بے رویاشان پرواز تازہی بدہیم ما برای تامین ان تعہد ترا شاعرہ برای از بین بردن انچے کے ترین راہ وجود داشتے انجام دادیم سسٹمی کے در طول ہفتہ سال حکم فرما بودے جدائی گرائی را وخیم نمودے وہ زائدی تروریزم شد ان از حکمرانی خاندانی تشویق نمودے وہ ان طور اساس فساد کاری وہ تبعید را مستحکم نمود ما بایستی تراشائی را انجام بدهیم تا زنان جمو کشمیر و لداخ بتوانند حقوق شن را بدست بیاورند ما بایستی تراشائی را انجام بدهیم تا برادران و خواهران مستضعف ما کے درنجا بسر میبرند حقوق شن را کے تابع حال ازن محروم بودے بدست بیاورند حقوقی کے مردم اشاعر ہند با آن برخوردار می باشند حتماً باید در دسترس برادران و خواهران من در جموں و کشمیر و لداخ نیز قرار داشته باشند جامعه متعدد ان گونے مانند گوجر بکروال گدیہ سپیہا و یا بالتی کھا وجود دارند و ہمیں جامعه ان گونے حتماً باید با حقوق سیاسی برخوردار باشند ان تعجب انگیز است کے در جموں و کشمیر قیودات قانونی بر برادران و خواهران تمیز کن وجود داشتے رویاهای شان پایمال شده بود اکنون ما انہارا از انچوین بندها رہا ساختے ہنگامے کی ہند تقسیم شد کروڑہ نفر وادار بے پشت سر گذاشتن منازل موروثی شان بدون هیچ خطائے شان شدن کسانی کے در جموں و کشمیر سکونت گزیدن نہ بہ حقوق اساسی دست یافتن و نہ بے حقوق تابعیت مردم مناطق کوہستانی وجود دارن کے در جموں و کشمیر بسر می برم ما قصد داریم برائے بہبودی انہا نیز اقداماتی را انجام بدہیم صلح و سعادت جموں و کشمیر و لداخ می تواند برائے ہند الہام بخش باشم انہا می توانند در عمران ہند سہم بسدا داشتے باشم ما لزومی دارد برائے برگرداندن شکوہ گزشتہ شان تلاشائی را انجام بدہیم سسٹم جدید کے پسد ان اقدام اخیر بوجود آمد تحصیلاتی را بے وجود خواہد آورد کے مستقیماً بنفع مردم ان عیالت خواہد بود اکنون ہر کس در جموں و کشمیر مانند سائر ہندیان می تواند بے دولت در دہلی رجوع نمائے موانعی در راہ انہا وجود نخواہند داشت ما انچنین سسٹم را بمارد اجرا گزار دیم اقدام اخیر ما برائے لغو ساختن مادہ 375 یک توسط تمام کشور و تمام عذاب سیاسی کشور بدون هیچ استثناء مورد استقبال قرار گرفتے بادی دنہا علنن ازما پشتیبانی نمودے در حالی کے دیگران پشتیبانی تاکتیکیشن نمودیان اما بادی مردم در راہ روحی اقدار در کوششی برائی استفادہ سیاست بانک رائے بحق مادہ 370 اظہار نظر می کنند کشور خواستار پاسخی ادنہا می باشد کے بحق مادہ 370 صحبت می کنم اگر مادہ 370 انچنان مہم بود پس چرا عذاب حق میں انرا در طول 70 سال باوجود داشتن اکثریت دائمی ننمودن چرا ان موقتی پداشت شد اگر ان قدر تعهد وجود می داشت شما می بایستی برای دائمی نمودن آن به جلو می رفتید معنیش این می باشد که شما می دانستید که این تصمیم گیری درست نبوده اما شما جرأتی و اراده ای را نداشتید که آن را ترمیم بکنی نگرانی ها درباره آتیه سیاسی در پیش قرار داشته برای من آتیه کشور بالاتر از همه می باشد و آتیه سیاسی بیمانی است تدبیر کنندگان قانون اساسی ما و شخصیت های بزرگ مانند سردار ولبھ بھائی پٹیل ان اقدامات جسورانے و مہم را حتی در دوران زمان دشوار بادر نظر گفتن اہداف انسجام ملی و اتحاد سیاسی انجام دادن کوششی برائی انسجام ملی موفقیت آمید بود اما بے علت مادہ 370 و 35 اے بازی از دشواری ها وجود می داشت در حال حاضر در حالی که من از قلعه سرخ
به ملت خطاب می کنم، من می توانم با فخر و مباحت بگویم که امروز هر هندی می تواند راجع به یک ملت یک قانون صحبت بکند و ما صحیح می کنیم رویای یک بھارت شریست بھارت رہتے سردار ولبھ بھائی پٹیل را بے تحقق برسانیم. بنابراین ما باید انٹرنل سسٹم را بے وجود بیاوریم کے اتحاد کشور را مستحکم نمائید و بے عنوان یک نیروی استحکام فعالیت نمائید و ان روند حتمن باید ادامه داشته باشد. ان نباید فقط یک اقدام موقتی باشد بلکہ یک روند مداوم باشد. ما از طریق مالیات بر کالاها و خدمات رویای یک کشور و یک مالیات بر درآمد را به تحقق رساندیم. همین طور ما سیستم یک ملت و یک کارت تحرک را به وجود آوردیم و در حال حاضر یک مباحثه سرتاسری کشور درباره برگزاری انتخابات همزمان در کشور جریان دارد. این مباحثه باید به نوعی دموکراتیک مورد رسیدگی قرار گیرد. ما می بایستی بسیاری از این چنین تصورات جدید را برای به تحقق رساندن رویای یک بھارت و شریش بھارت سے ما را بے افضائیم. ہم میران عزیز من کشور می بایستی بے اوج اطلاع جدید تر برسد و ان کشور بایستی خود را در سراسر جہان نشان بدهد. ما برای آن می بایستی روش برخورد خود نسبت به فقر زدائی در کشور را تغییر بدهیم. این نباید به عنوان طرفداری محسوب بشود بلکه به عنوان سیستم وظیفه شناسی ما نسبت به استحکام یک آتیه درخشان برای کشور قلمداد بشود، چون ما میبایستی خود را به هر قیمتی که باشد از پنجه فقر رها بسازیم. در طول 5 سال گذشته تلاشای متعدد موفقیت آمیز برای کاهش فقر به عمل آمده. ما با صورت هرچه تمامتر به موفقیت بیشتر از قبل دست یافتیم. یک کمی احترام گذاری و پشتیبانی از مرد فقیر می تواند اعتماد به نفس را بالا ببرد و آنها را از سلطه فقر بدون هیچ کمک دولت بیرون بکشد. او می تواند فقر را با نیروی خود شکست بدهد. این برادران فقیر ما هستند که می توانند با هر گونه دشواری دست پنجه نرم بکنند. او با منتهای سرما با مشتای محکمش می جنگند. ما لزومی دارد به حضور قوت ذاتیش برای مقابله با دشواری ها سر تسلیم خم نماییم و در ریشکنی چالشای زندگانی روزمرهش کمک بکنیم. چرا مردم فقیر نباید مستراح نیروی برق در خانه و خانه مسکونی و هیچ جریان آب و حساب بانکی را داشته باشم؟ چرا آنها باید وادار به رفتن به حضور قرض دهنده برای گرفتن وامها از طریق گرو گذاشتن بشوم؟ بیایید ما تلاشایی را برای بالا بردن احترام به نفس اعتماد به نفس و عزت نفس فقیران انجام بدهیم. برادران و خواهران، بیشتر از 70 سال استقلال ما گذشته است. هر دولت بنابه خود کار زیادی را انجام داده است. هر دولت صرف نظر از حزب چه دولت مرکزی باشد یا چه حکومت ایالتی بنابه خود کوشیده است. اما هنوز هم این حقیقت است که در حال حاضر نصف خانه ها در هند آب آشامیدنی را ندارند. مردم بایستی برای کسب آب آشامیدنی جد و جهد نمایند. مادران و خواهران بایستی با داشتن بار آب بر سرشان فاصله 2 سے 5 کلومتر را طی بکنند. قسمت اعظم زندگانیشان در جد و جهد برای آب صرف می شود. بنابراین این دولت تصمیم گرفته است که به این وظیفه تاکید نماید و آن این است که چطور فراهمی آب در هر خانه را تضمین نماید. چطور هر خانه می تواند دسترسی به آب آشامیدنی داشته باشد. و بنابراین من امروز از قلعه سرخ اعلام می کنم که در روزهای آتیه ما ماموریت جل جیون یعنی آب حیات را به جلو خواهیم برد. دولت مرکزی و حکومت ایالتی به طور مشترک راجع به ماموریت جل جیون
یعنی آب حیات کاری را انجام خواهد داد. ما قول داده ایم که بیشتر از 35,000,000,000 روپے را راجع به این ماموریت در سال حج آتیه صرف بکنیم. کاری باید راجع به نگهداری آب، آبیاری، جمعوری آئے باران، پلائش فضلاب انجام داده بشوند. عملیات نگهداری آب باید آغاز بشود که بیداری را در عموم مردم درباره آب و برانگیزی حساسیت به وجود خواهد آورد. تانها بتوانند اهمیت آب را پی ببرند و حتی به کودکانشان باید درباره نگهداری آب به عنوان قسمتی از برنامه درسیشان در ایام کودکیشان آموخته بشود. ما حتما باید با این اعتقاد به جلو برویم که در طول 5 سال آینده ما بایستی کارهای 4 برابر را انجام بدهیم که در طول 7 سال برای نگهداری آب و احیا نمودن منابع آب انجام داده شده است. ما نمی توانیم دیگر انتظار بکشیم. مرد روحانی بزرگ تروولور جی 17 سال قبل گفتگو هنگامی که شاید شیش کس درباره بحران آب و اهمیت آب تصور نکرده بود، آن وقت این مرد روحانی به نام تروولور جی گفته بود که اگر آب ناپدید شد در آن وقت روند طبیعت مختل خواهد شد و سرانجام طبیعت از بین خواهد رفت. این روند نابودی کامل را آغاز می نماید. من در گجرات به دنیا آمدم. در شمال گجرات یک شهر زیارتگاه جینی به نام ماہودی وجود دارد. تقریباً 100 سال قبل یک مرد روحانی جینی ترنجا زندگی می کرد که در خانواده یک کشاورز به دنیا آمده بود. او در کشتا رہا اما تحت نفوذ آئین جینی کار می کرد. او یک مرد روحانی جینی موسوم به بودی ساگر جی مہاراج شد. او تقریباً 100 سال پیش بعضی از کتاب های مقدس را پشت سر گذاشته که او دران گفته بود که زمانی فرا خواهد رسید که دران آب به مغازه های خواربار فروخته خواهد شد. آیا شما می توانید تصور بکنید که سخنان این مرد روحانی که 17 سال قبل نوشته شده فی الواقع اکنون یک حقیقت خواهد شد؟ آنچه که 100 سال قبل پیش بینی شده بود اکنون یک حقیقت واقعی است و ما در حال حاضر فی الواقع آب را از مغازه های بقالی می خریم. هم میهنان عزیز، ما از کسانی نیستیم که از تلاشای ما خسته بشویم، متوقف بشویم و یا از رفتن به جلو دریغ داشته باشیم. این سلسله اقدامات راجع به نگهداری آب فقط نباید یک ابتکار عمل دولت باشد. این باید به صورت یک جنبش مردم مانند عملیات هند تمیز ما در آید. ما بایستی این نهضت را با کمک تصورات، آرمانها و تلاشهای عموم مردم به جلو ببریم. هم میهنان عزیز، کشور ما به محلی رسیده است که ما باید درباره هر چیز فرانما باشیم. اکنون وقت آن فرا رسیده است که ما باید چالشای در پیش ما را قبول بکنیم. بعضی اوقات تصمیمات بعد در نظر گرفتن منافع سیاسی گرفته می شوند، اما آنها به هزینه رشد نسل آینده کشور ما می آیند. من می خواهم امروز موضوع انفجار جمعیت را در کشور از باروی قلعه سرخ نشان بدهم. این جمعیت ربع توسعه سری برای نسل آینده ما چالشای جدید متعدد را به وجود می آورد. در جامعه ما طبقی وجود دارد که با نتایج رشد جمعیت غیر قابل کنترل کاملا آگاه می باشم. همه آنها سزاوار تحسین و ستایش و احترام گزاری می باشم. این همچنین اظهار محبتشان برای کشور می باشد. آنها قبل از داشتن یک نوزاد یک تصمیم خوب در نظر گرفته شده را می گیرند که آیا آنها قادر به آن خواهند شد تا از احتیاجات کودک مواظبت نمایند و رویایش را با ایفا نمودن یک والدین مسئول به تحقق برسانند. با در نظر گرفتن این پارامترها این طبقه کوچک که شهروندان بنابه خود تصمیم میگیرد تا خانوادهش را کوچک نگه دارد، آنها نه تنها برای بهبودی خانوادهشان
سہم بے صدا دارن بلکہ برائے کشفن نیز کال قبیرا انجام میدہم انہا اظہار میہندو سمی نمائن من می خواہم کے ہمیے مرد میں جامع ماں زندگانی شن را بے دقت مشاہدے نمائن دو ببینند کے انہچے طور با محدود نمودن افزائش در حج میں خانواده شن خدمت خانواده خود نمودیان ان درباره آنس کے چطور ان خانواده در یک یا دو نسل بجلو رفتے چطور کودکان پہ تعلیم و تربیت دست یافتے چطور خانواده توحید امراض می باشد و چطور خانواده احتیاط اساسی شن را پہ تکمیل می رسانہ ما باید از انہا در سیرا فرا بگیریم قبل دن کے کودکی در خانواده ما می آید ما باید فکر بکنیم کہ آیا من خود را آماده ساختیم کے احتیاجات ان کودک را تامین بکنم یا آیا من ان را متقی بے جامعے خواہم نمود آیا من یک کودک فاقد رشد را خواہم گزاش ہیچ والدین نمی توانند کودکانی را بزائن کے وادار بے بسر بردن ان نوع زندگی می شوند و بنابراین یک بیداری اجتماعی ضروری است از کسانی که این نقش بزرگی را ایفا نموده اند لزومی دارد احترام گذاشته بشود و با آوردن آنها به طور مثال ما لزومی دارد که ما از این طبقه جامعه الهام بگیریم که هنوز به این خطوط فکر نمی کنم ما لزومی دارد درباره انفجار جمعیت نگران باشیم دول نیز باید از طریق طرحی متعدد به جلو بیاین چه این حکومت عالی باشد یا چه دولت مرکزی باشد حرکت باید با به عهده گرفتن این مسئولیت باهم به جلو برود ما نمی توانیم درباره یک جامعه غیر سالم فکر بکنیم ما نمی توانیم درباره یک جامعه بی سواد تصور بکنیم در هند قرن 21 استعداد تکمیل آرزوها با شخصی آغاز می شود و همین طور با یک خانواده آغاز می شود اگر جمعیت با سواد و صحت مند نیست در آن صورت هر دو خانه و کشور نمی توانند خوشحال باشم اگر جمعیت با سواد مقتدر و ماهر است و دارای وسائل موجود به اندازه کافی برای حصول حق تکمیل آرزوها و احتیاجات می باشد در آن صورت من فکر می کنم که کشور می تواند این چیزها را به تکمیل برساند هم مهنان عزیز من شما به خوبی می دانید که فساد کاری و اقربا پروری آسیب فراتر از تصور را به کشور رسانده و مانند موریانها وارد زندگانی ما شده است ما به طور مداوم سعی می کنیم آنها را از بین ببریم موفقیت ها نیز وجود داشته اما بیماری تا این اندازه رخنه نموده است تو این بیماری به اندازهی گسترده است که ما بایستی به هر سطح تلاشای بیشتری را نه فقط به سطح دولتی انجام بدهیم و ما لزومی دارد آن را ادامه بدهیم امکان پذیر نیست که تمام کارها در یک وهله تمام شود زیرا بدخویی ها همانند بیماری مزمن می باشند که گاهی این بیماری معالجه می شود و گاهی برگشت می کند این هم بیماری است که ما برای خاتمه آن با استفاده مداوم فناوری اطلاعات گامهای بسیاری را برداشتیم به منظور تقویت دیانت و شفافیت در تمام سطوح تمام مسائی به عمل آمده است چنانکه مستحضری زود پس از تشکیل حکومت و همدر دوران 5 سال گذشته حکومت تعدادی مقامها را برکنار کرده است و آنهایی که موانعی را ایجاد میکنند گفته شدند که کشور به خدمات آنها نیاز ندارد و به همین رو آنها باید کنار بروند من باورم که تغییری باید صورت گیرد اما تغییر در انسجام اجتماعی هم مورد نیاز میباشد همراه با تغییر در انسجام اجتماعی تغییر در تمایلات ذهنی و معتقدات مردمی این سیستم را اداره می کنند هم لازمی است فقط در این صورت نتایج مطلوبی بی توانست به دست آید
خواہران و برادران کے شرمان پسد سالہ زیادی استقلال بے پختگی و بلوغت رسیدیات ما ہفتاد و سومین سال روز استقلال را برگزار می کنیم. ان استقلال ہمانند ارزش اخلاقی و حساسیت ها برائے ما ارزشمند و قیمتی است. ہر وقتی کے من با مقامات تشکیل جلسے می دہم ہموارے ان مورد را اظہار می دارم. دہی مورد من بطور عمومی اظہار نظر نمی کنم، اما فکر می کنم کہ امروز دین مورد ابراز نظر بکنم. من تکرارن به مقامها توصیه می کنم که پس از این غذای سالها زیادی استقلال آیا نمی توانیم به رشوه گیری خاتمه دهیم. معنی یک هند مستقل برای من ایجاد یک سسٹم محیط زیستیست که تدریجا دخالت حکومت در زندگی مردم را کاهش دهد. از این واقعیت مردم قادر خواهند بود راجع به آتیه خود اتخاذ تصمیم کنند و راهی را برای خودشان بگزینند که به نفع ملت مورد پسندشان باشد، که این امر برای بهبود فامیلی هایشان و هم برای تکمیل رویه های زندگیشان لازمی است. شهروندان نباید تحت فشار حکومت قرار گیرند، اما همان زمان در دوران بحرانی به کمک حکومت نیاز نداشته باشم. حکومت نباید خود را تحمیل کند یا مردم بیان نیاز داشته باشم، بلکه ما همه باید در راستای تحقق رویاهای خود من پیشگام باشیم. حکومت باید به عنوان یک دوست صمیمی با ما استاده باشد. در زمان هیچ گونه نیاز مردم باید اعتماد داشته باشند که حکومت همواره با ما استاده است. آیا می توانیم این گونه سیستم را ایجاد می کنیم؟ ما تعدادی از قوانین مقررات را لغو ساخته ایم که اکنون بیمانی شده بودند. در دوران 5 سال گذشته من عملا هر روز یک قانون غیر ضروری را لغو کرده ام. شاید یک آدم عامی از این واقعیت خبر نداشته باشد، زیرا معنی لغو یک قانون هر روز آن است که حدودا 1450 قانون با این مقصود لغو شده اند که بار زندگی مردم عامی کاهش داده شود. حکومت نوین نه تنها مدت 10 هفته کار خود را به تکمیل رسانده است، تو هم اکنون 60 قانون دیگر با این مقصود عوض شده اند که زندگی مردم آسان تر گردد. آسانی در زندگی برای یک هند مستقل خیلی ضروری است، تو ما هم برای آسان تر کردن زندگی معتقد هستیم و می خواهیم که این کار پیشرفت بکند. امروز ما یک پیشرفت متنابع در راستای آسان تر کردن بازرگانی را دست آورده ایم. بعد نظر داریم که درجه بندی جهانی وارد 5 کشور تراز اول بشویم و برای بدست آوردن این مقصود به چندین اصلاح نیاز داریم. هر کسی کی خواهد صنعت یا بازرگانی کوچکی را برا اندازه بے مشکلات کوچکی یا بزرگی همانند پر کردن چندین فرم رفتن از یک مقام به مقام دیگری مواجه می گردد. مہذا وی نمی تواند تصیب لازم را به دست بیاورد. به منظور رستن از این دام پیچیده با آوردن اصلاح پس از اصلاح شور مشورت با ایالت های مختلف و حکومت های محلی ما قادر شده ایم که در راستای ایجاد تسهیلات در بازرگانی موفقیت های متنابع را به دست آوردیم. مردم در سراسر جهان پی برده اند که کشور ندیر هند که یک ملت ریبروشنی باشد می تواند رویای بزرگی داشته باشد و یک پیشرفت بزرگی را به دست آورده باشد. به نظر من می رسد که آسان سازی تجارت یک سنگ میل می باشد و مقصود نهایی من آسان تر سازی زندگی می باشد که دران یک آدم عامی نیازی نداشته باشد و برای دست آوردن تصویب مقامات حکومتی اجباری نداشته باشد و می تواند حقوق خود را بدون مشکلی به دست بیاورد. این طور نیاز بیان است که ما در این راستہ پیش قدم باشیم. هم میان من ملت ما باید جلو برود، اما
کشور نمی توانا دیگر بے پیشفت بند میلی انتظار بکشم. ما باید یک حیثیت بزرگی را ارائه دهیم. ما باید شیوه فکر خود را تغییر بدهیم برای اینکه هند به استانداردهای جهانی برسد. ما باید زیر بنای جدید تری را بسازیم. باوجود نگرش ناامید کننده مردم عامه همواره آرزومند یک سیستم خوب تری می باشند. آنها آرزومند چیزهای خوب تری هستند و برای این مقصود یک سری غیر عمران داده اند و به همین رو ما تصمیم گرفتیم برای زیر بنای جدید در این مدت 10 میلیون کروڑ روپئے را سرمایہ گذاری کنیم. از این وضع اشتغال ایجاد و سسٹم های جدید عمران خواهد گردید و آرزوهای مختلفی به تحقق خواهند رسید. این پروژه ساگر مالا باشد یا پروژه بھارت مالا یا استاسیون جدید راہ آہن اسگاہ اتبوسی فرزگاہ بیمارستان ہے جدید یا مؤسسہ آموزشی و پرورشی جدید تری ما در سرز ساختن تمام زیر بنائی ہستیم. اکنون کشور پپندارگاہ ہم نیاز دارد مردم عامی تغییر داده اند و ما باید به این واقعیت پی ببریم. قبلا اگر تصمیمی روی کاغذ صورت می گرفت که استاسیون راهن در ناحیه ساخته خواهد شد، مردم در ساخته شدن این استاسیون انتظار زیادی می کشیدند. اکنون شهروندان عامی فقط از یک استاسیون راهن راضی نیستند و بلا فاصله می پرسند قطار به نام وندے بھارت ایکسپریس به منطقه ما کی خواهد رسید. شیوه فکرشان تغییر یافته است. اگر یک استگاه اتوبوسی خوبی را می سازیم یا 5 استاسیون را آهن را بنا می کنیم، مردم می گویند خیلی خوب، اما می پرسند فرودگاه کی ساخته خواهد شد. معنایش همین است که شیوه فکرشان تغییر یافته است. مردمی که باداشتن توقفگاه راهن خورسند می بودن اکنون می پرسند این خوب است، اما فرودگاه هوایی اینجا کی ساخته خواهد شد؟ قبلا مردم می پرسیدن یک جاده فلزی در منطقه ما کی آماده خواهد شد؟ اکنون مردم می پرسند آیا شاهراه 4 راه خواهد بود یا 6 راه؟ آنها اکنون به جاده های فلزی راضی نیستم. فکر می کنم که این یک تغییر خیلی مهمی در مردم آرزومند هند می باشد. قبلا اگر مردم می دیدن تیرها روی زمین افتادین، آنها خوشحال می شدند و می فهمیدند که برق به آنها رسیده است. حالانکه تیرها استاده هم نبودند، اما اکنون حتی پس از نصب شدن تارها و بطرها برقی مردم می پرسند تا یه 24 ساعتی برق کی صورت خواهد گرفت. اینک آنها فقط با دیدن تارها راضی نیستند. قبلا وقتی که تلفن های همراه مورد استفاده قرار گرفتند، مردم قانع بودند که تلفن های همراه بالاخره در دستشان رسیده است، اما اکنون آنها درباره سرعت اطلاعات گفتگو می کنند. ما باید بین انتقال روانشناسی و تغییر پذیری زمان پی ببریم. ما باید در بسیاری از زمینها به ویژه در ساختن زیر بنائی جدید، انرژی صاف، اقتصاد مبنی بر گاز و بسیجیت الکترونیکی پیشرفت نمائیں. ہم میدان من حکومت های کشور ما بطور عمومی با کارهایی کے در یک منطقه ویژه یا فقط برای یک گروه یا فرقه انجام داده شود شناخته می شوند. بطور عمومی حکومت و مردم با یک یارد چوبی تخمین می دادند که حکومت چقدر کار کرده است، تو این گونه پیمایش بطور کافی ترقی می گردید. این ممکن است نیاز وقت باشد یا اجبار وقت، اما باوجود هر آنچه که ما به دست آوردیم، اکنون نیاز آن داریم که درباره رویاهایی که خواهان به دست آمدنشان برای ملت می باشیم بهتر متحد فکر می کنیم. وقت تقاضا می کند که ما زنده بمانیم، بجنگیم و هم یک دیگر جلو برویم و رویای خود را مجسم بسازیم. با در نظر داشتن این امر، هدف به دست آوردن
یک اقتصاد 5 تریلیون دلاری را داریم 130 کروڑ تن هندیان میتوانند با سامی های کوچکی خودشان دست به دست دیگری هم روان. هدف 5 تریلیون دلاری ممکن است برای بعضی از مردم مشکل به نظر رسد، ممکن است آنها نادرست نباشم، اما اگر ما کارهای مشکل را به انجام نرسانیم کشور چگونه پیشرفت خواهد کرد؟ اگر ما چالش های مشکل را قبول نکنیم چگونه میتوانیم برای پیشرفت در راستای عمران گامزن باشیم؟ از لحاظ روانشناسی هم ما باید اهداف بلندتری را مد نظر داشته باشیم و همین است که ما امروز می کنیم. آنچه که گفتم سخن در هوا نیست. ما پس از 70 سال از استقلال به یک اقتصاد 2 تریلیون دلاری رسیده بودیم. پس از یک اقتصاد 2 تریلیون دلاری را به دست آوردیم، اما فقط در ظرف 5 سال از 2014 تا 2019 میلادی ما به یک اقتصاد 3 تریلیون دلاری رسیدیم، یعنی ما 1 تریلیون دلار را اضافه کردیم. اگر ما فقط در 5 سال 1 چنین موفقیت ها را نصیب خود می سازیم، می توانیم در 5 سال آینده 1 اقتصاد 5 تریلیون دلاری را به دست بیاوریم و همین است رویای هر یکی از هندیان. وقتی که اقتصاد رشد می یابد، آن استانداردهای بهتری زندگی را برای مردم به بار می آورد. فرصت ها جهت تکمیل رویاهای مردم فقیر هم ایجاد می گردد. به منظور ایجاد این فرصت ها ما باید درباره بخش اقتصادی در کشور یک فکر جدیدی را عمران بدهیم. وقتی که ما آرزو داریم درآمد کشاورزان ما دو چند باشد، وقتی که آرزو داریم که پس از 73 سال استقلال هر خانواده از جمله فقیر تعین فقیر باید خانه ای را داشته باشد، وقتی که آرزو داریم که در موقع به تکمیل رسیدن 73 سال استقلال هر یکی از خانواده باید در خانه خود نیروی برق را داشته باشد، وقتی که آرزو داریم که در موقع به تکمیل رسیدن 73 سال استقلال هر یکی از روستای هند باید شبکه فیبری بصری تبادات باندھ دامن دار و آموزش و پرورش از فاصله دور را داشته باشد، اینها دیگر نباید به عنوان خواب تلقی گردد. ما باید بر عمران منابع دریایی و اقتصاد آبی توجه خود را مبذول داشته باشیم. ما باید جامعه ماهیگیر خود را با اختیار بسازیم که کشاورزان ما که غذا ما را تهیه می کنند باید انرژی را تهیه می کنند. آنها چرا صادر کننده نمی شوند و تولیدات کشاورزی ما در بازارهای بین المللی برتر نمی باشند؟ ما همراه با همین رویا می خوابیم، جلو برویم. کشور ما باید به صادرات کشور سوق بخشد. ما باید بدل مساعی کنیم و به بازار جهانی دسترسی داشته باشیم. هر یکی از بخش کشور من دارای امکانات بالقوه مساوی یک کشور می باشد. ما همواره مراقب می بوده ایم که برای بازارهای جهانی تولیدات خود را بی نقص و بی عیب بسازیم. اگر ما از طریق باخبر ساختن جهان از این گوناگونی بر صادرات توجه خود را مبذول داریم و برای به دست گرفتن بازار جهانی کار می کنیم، نوجوانان کشور اشتغال خواهند یافت. این امر به تمام صنایع کوچک و میکروی ما تقویت خواهد داد. ما نیاز مندیم به این تقویت افزایش دهیم. کشور من می تواند یک مقصد جذاب توریستی برای جهان بشود، اما به چندین سبب ما چنان که نیاز بود نتوانستم بدل مسائی کنیم. بیایید ما همه تصمیم بگیریم در کشور توریسم را سوق خواهیم بخشید. وقتی که توریسم رشد می کند، سرمایه گذاری مالی فرصت های اشتغال بیشتری را تهیه می کند، اقتصاد کشور هم سوق می یابد. مردم در سراسر جهان امروز حاضرن، هند را در این مود جدید ببینند. ما باید در سراسر جهان امروز فکر بکنیم چگونه می توانیم توریست ها را از تمام جهان به کشور خود جلب نماییم،
چگونه می توانیم بخش توریزم را تقویت کنیم و باید در جوار مقاصد توریستی ترتیبات خوب تری را به عمل آوریم. ما باید سخن درباره افزایش درآمد شهروندان عامه، آموزش و پرورش خوب تری و فرصت سازی اشتغال جدید برای آنها را به میان آوریم. باید برای مردم طبقه متوسط پرتابگاه هم تهیه شود تا آنها بتوانند رویاهایشان را به تکمیل برسانند. علوم دانان ما هم باید تحصیلات و منابع خوب تری را در دست داشته باشند. سربازان ما باید پیشرفته ترین سلاح‌ها و تجهیزات بومی را هم داشته باشند. فکر میکنیم که بسیاری از زمین هاست که هند میتواند تقویت جدید به هند ببخشد و هند یک اقتصاد $5 گردد. برادران و خواهران ارجمند، امروز کشور ما برای به دست آوردن موفقیت اقتصادی یک محیط خیلی مساعد را داشته است. وقتی که حکومت باثبات باشد، خط مسیحا هم قابل پیشگویی و سیستم ها باثبات باشند و آن زمان جهان خارجی شروع به داشتن اعتماد در شما خواهد کرد. مردم کشور این پدیده را ارائه دادهاند. جهان ثبات سیاسی هند را با افتخار و احترام زیادی می بیند. ما باید این فرصت را از دست ندهیم. امروز جهان علاقمند است با هند، بازرگانی کند و خواهان ارتباطات با هند نی باشد. امروز برای ما افتخار است که با در کنترل داشتن تورم ما جلو رفته ایم و طرف زایش آهنگ رشد یک تصاوی مهمی را برقرار داشته ایم. بعضی از اوقات نرخ رشد ممکن است افزایش یابد، اما تورم تحت کنترل نباشد. بعضی اوقات تورم تحت کنترل باشد، نرخ رشد تحت تاثیر قرار گیرد، اما حکومت ما نه تنها تورم را کنترل کرده بلکه نرخ رشد را هم افزایش داده است. مبادیات اقتصادی من خیلی محکمند و این تقویت به ما اعتقاد می بخشد به جلو گام بزنیم. همینطور از طریق عمران یک سیستم نظیر GST یعنی مالیات بر کالاها و خدمات و آوردن اصلاحات نظیر قانون نو ورشکستگی و افلاس ما خواهان عمران یک محیط اعتماد می باشیم. در کشور ما تولید افزایش یافته، پروسه سازی افزایش یافته، ثروت طبیعی من اضافه قیمت، صادرات تولیدات دارای ارزش اضافی به جهان باید بعمل آید. ما چرانمی توانیم رویا را داشته باشیم در حالی که هر کشور در جهان این یا آن تولید هندی را وارد می کند، در حالی که هر بخش هندی بعضی از تولیدات را صادر می کند. اگر ما این دو چیز را در نظر داریم، ما هم می توانیم درآمد را افزایش بدهیم. شرکت ها و بازرگانان ما هم ارزمندان به بازار های جهانی دسترسی داشته باشند. از طریق یافتن دسترسی به بازار های جهانی سرمایه گذاران قادر خواهند گردید موضعیت هندی را تغییر دهند. سرمایه گذاران ما قادر خواهند بود درآمد بیشتری را قصد بکنند. سرمایه گذاران ما قادر خواهند بود اشتغال بیشتری را ایجاد بکنند. ما کاملا آماده هستیم سرمایه گذاران خود را تقویت کنیم تا آنها جلو می آیند و اشتغال ها را ایجاد بکنند. در کشور ما بعضی از سوء اعتقادها وجود آمده است. ما باید از این جنجال بیرون جهیم. تمام انهایی که برای کشور ثروت را ایجاد می کنند، در ایجاد ثروت ملت سامبتدائی دارم، در خدمت کشور مشغول هستند. ما باید بر ایجاد کنندگان ثروت من تردیدی نداشته باشیم. نیاز زمان آن است که ایجاد کنندگان ثروت ملی را بشناسیم و آنها را تقویت کنیم. آنها باید از احترام و افتخار بیشتری برخوردار باشند. اگر ثروت ایجاد نمی گردد، ثروت نمی تواند توزیع گردد. به علاوه اگر ثروت توزیع نشود، ما نمی توانیم به بخش فقیر جامعه خود بهبود بخشیم. همین است اهمیت ایجاد ثروت برای کشور که ما برای تسهیل بیشتری نیاز بیان داریم. آنهایی که برای ایجاد ثروت بدل مسائی می کنند، در فکر بنده آنها خودشان سرمایه ملت هستند و آنها باید تقویت شوند.
ہم میدان گرامی امروز ماں بر مسالمت و امنیت ہمراہ با عمران تاکید می وردیم کشورها در سراسر جہان بے چندین بھی امنیتی دوچارن دو بے نظر می رسد کے مرگ در یکی یا در قسمت دیگری بے مردم تحدید می کنے ہند باید در برقرار کردن سلح جہانی یک نقش حیاتی را ایفا کند ما نمی توانیم در محیط جہانی تماشاچیان خاموش باشیم ما علیہ سازمانہ تروریستی یک جنگ سرسخت را برا انداختیم در هیچ کدام قسمت جہان هیچ اقدام تروریستی به عنوان حملے بر بشریت تلقی می گردد به همین رو از تمام نیروها خواستار هستیم علیہ انہائی متحد شوند کے به سازمانہ تروریستی توسعه دهند و به انها پناهی تهیه کنند ہند باید درفاش کردن ان فعالیت های ضد بشری کمک کند ہند مصمم است تمام نیروهای جهانی را برای خاتمه تروریسم متحد بکند ما خواهان آنیم که ہند باید در جنگ علیه تروریستها یک نقش مهمی را ایفا بکند که به تروریسم تشویق دهنده و تروریسم را صادر میکنم بعضی از سازمانهای تروریستی نه تنها ہند را هدف قرار داده بلکہ بے کشورائی ہمجوار ماہ ہم آسیب رسان دین بنگلہ دیش افغانستان ہم با فعالیت ہے تروریستی دست پنجے نرمی کنن در سری لنکا بطور متاسفانے مرد بی گناہ در داخل کلیسا کشتے شدن این یک رخداد محیب می باشے بے ہمین رو ما باید متحد شیوں برائی باز آوردن امنیت و صلح و ہماہنگی در شب قار کار بکنیم افغانستان کے یک دوست ہمجوار ماست یک صدمین سالود استقلال را برگزار می کند و این جشن برای چهار روز ادامه خواهد داشت من به این مناسبت تبریک صمیمانه خود را بیانها می فرستم این یک خط مشی صریح ماست کے انہائی کے خوف را می گسترند و خشونت را بے پرورند باید بے ستو آورد بے شمن ما خط مشیرہ و اسراجی های خود برای سرکوبی ان تمام بدنیتی ها و بدخویی ها را مشخص ساختیم آتش ما نیروهای امنیت مرزی و آژانس های امنیتی یک کار قابل ستایش را انجام دادیان آنها همواره در لباس نظامی خود استادیند و ما را از تمام دشمنان حفاظت می کنند آنها جهت تامین یک آتی تامناک شهادت را قبول کردیان من به تمام آنها سلام می کنم و آنها احترام می گذارم مهم این است که ما راجع به اصلاحات سساعت اقدامات را به عمل آوردیم شما مستحضرید که ما برای آوردن اصلاحات در زیر بنای ارتش بحث و بررسی ها از دیر بعد در حال ادامه می باشد حکومت های قبلی هم این موضوع را مورد بررسی قرار دادند چندین کمیسیون هم تشکیل داده شده و تمام گزارشات این مورد را مشخص ساخته هم در این مورد هیچ اختلافاتی وجود نداشته است اما این مسئله به تکرار بیان گردیده است در واقع میان نیروی دریایی ارتش و نیروی هوایی هم بستگی تمام وجود داشته است ما بر ترتیب نیروهای مسلح خود خیلی مفتخر هستیم هر هندوستانی بر ارتش هندی مفتخر است آنها برای تازگی و تجدید خود در شیوه خودشان مسائی میکنند اما جهان امروزه در حال حاضر تغییر مییابد دامنه جنگ هم در حال تغییر است طبیعت جنگ هم در حال تغییر است جنگ اکنون به فناوری مقول شده است تا این اوضاع هند باید دارای یک برخورد مجزا باشد تمام نیروی نظامی ما باید بطور متحد کار کنند و پیش قدم باشم در صورتی که هیچ کدام از نیروی دریایی ارتش یا نیروی هوایی یک قدم جلوتر از دو نیروی دیگر باشد اوضاع یک نواخت نخواهند ماند هر سه نیرو باید هم قدم باشم هماهنگی خوبتری باید وجود داشته باشد و همین گونه وضع بیارمانها و امیدهای مردم موافقت خواهد داشت همین گونه بس با جنگ در حال تغییر و محیط امنیت در جهان هماهنگ خواهد شد و امروز من یک تصمیم مهم را
از قلعه سرخ اعلام میدارم متخصصین این موضوع از دیر بعد تقاضای این تغییر می کردن. امروز ما تصمیم گرفتیم که اکنون ما یک رئیس ستاد دفاعی را خواهیم داشت و پس از تشکیل این پست هر سه نیرو رهبری موثری دراز اول را خواهند داشت. سیستم سی دی ایس یعنی رئیس ستاد دفاعی خیلی مهمی باشد و یک وظیفه اجباری برای اصلاح رفتار استراتیجی هندوستان در جهان می باشد. ہم میران گرامی خیلی خوش وقت هستیم که ما در این زمان چشم در جهان گشودیم. ما در این چنین زمان بسری بریم که ما برای انجام کار از صلاحیت برخورداریم. بعضی از اوقات به خاطر می آید که وقتی ما برای آزادی خود می جنگیم، قهرمانان ما نظیر بھگت سنگھ، سکھدیو و راجگرو برای قربانیشان در حال مسابقه می بودند، تحت رهبری مہاتما گاندھی مجاہدین آزادی بے ہر در می رفتند و کشور را برای پی بردن رویای استقلالشان بیدار می کردم. ما در آن زمان متولد نشدیم، ما شانسی نداشتیم برای کشور زندگی خود را قربان کنیم، اما ما حتما شانسی برای زنده بودن در این کشور را داشتیم. امتیاز ما این است که این زمان مانند این زمان است، این سال برای ما خیلی مهم است. این فستیوال 150 سال روز باپو مہاتما گاندھی می باشد. من خیلی خوشحال هستم که این گونه فرصت را دارم. 73 استقلال ما و یاد بود انهایی که برای کشور زندگانی خود را قربان کردن پیاپی برای ماست که کاری بکنیم. ما باید از این فرصت استفاده کنیم. ما که 130 crore تن هندی هستیم، باید جرو برویم و رویای مہاتما گاندھی و رویاهای مجاہدین آزادی کشور را به دست بیاوریم. ما باید 73 استقلال و 150 گاندھی را به عنوان فستیوال برگزار نماییم. این یک فرصت بزرگی برای الہام ماست. من در سال 2014 میلادی از قلعه سرخ درباره نظافت گفته بودم. من مطمئن هستم که در ظرف چند هفته آینده سال 2019 میلادی هند خود را آزاد از خروج مدفوع در فضای باز اعلام خواهد نمود. روستاها، شهرداریها، رسانه‌های گروهی و هر کس شروع به جنبش دست جمعی در رابطه با خروج مدفوع در فضای باز نمودیان دولت هیچ جا دیده نمیشود. مردم در این نهضت همگانی شرکت نموده و نتایج آن هوادار. همیان عزیز من، می خواهم از شما درخواست کوچکی نمایم. در این تاریخ 2 اکتبر آیا ما بتوانی هند را توهی از کاربرد پلاستیک نماییم؟ بیایید از تیمها در دور بر خود حرکت بکنیم و از خانه، مدرسه و دانشکده برون بیاییم. ما باید یاد باپو یعنی پدر ملت را گرامی داشته از منازل خود برون بیاییم و مصرف یک بار پلاستیک را از منازل، خیابانها، چهارراها و زهکشیها جمع‌آوری نماییم. شهرداریها، شرکتهای شهری و شورای محلی روستایی باید تدارکاتی را برای جمع‌آوری پلاستیک تک مصرفی بعمل بیارند. آیا ما میتوانیم اولین اقدام بزرگی را در تاریخ 2 اکتبر برای آزاد ساختن هند از پلاستیک تک مصرفی برداریم؟ اهم مهران من، بجلو بیایید ما این را بجلو ببریم. ما از این زمانهای نوپا کارشناسان و کار آفیان درخواست خواهم نمود تا ببینند که ما برای بازیافت این پلاستیک چه کاری را میتوانیم انجام بدهیم. پلاستیک برای ساختن بزرگ راها بیکار برده می شود. بسیاری از این چنین درمان ها ممکن است در آنجا وجود داشته باشند، اما ما برای رهایی از این چنین مسائل بایستی یک جنبش توسعه‌ای را آغاز نماییم. ما در این حال بایستی درباره سیستم های البدل نیز بیندیشیم. ما از همه مقاله داران همراه با بسیاری تبلیغهای آگاهیشان در مقاله شما درخواست خواهیم نمود که لطفاً از مشتریان بخواهند که
کیفا یہ پلاستیکی را بیکار نہ برند وانہا بجائیان کیفا یہ پارچائیے خود را بیاورند یا کیفا یہ پارچائی را برائے ہم لمدن کالاہا یہ شان بخرند بیائیر دا این مورد محیطی را پی وجود آوریم ما عموماً پی مناسبت دیوالی یعنی جشن چراغان پی مردم حدیه می دهیم چرا امسال ما این هدایا را در کیفای پارچهی بس دی نکنیم اگر مردم با کیفای پارچهی پی بازار برون این یک آگاهی نامه برای شرکت شما نیز خواهد شد اگر شما دفتر چهی یا تقویم را می دهید چیزی نخواهد شد اما اگر شما یک کیف را بدهید این وسیله برای آگاهی شما خواهد شد این باید یک کیف کنف باشد این به کشاورزان کمک خواهد کرد این کیف پارچه‌ای به کشاورزان کمک خواهد نمود این همه چیزهای کوچک می باشند این به زنان بیوه فقیر کمک خواهد نمود که خیاطی می کنند ایدئال‌های مهاتما گاندی حتی امروز هم خیلی اهمیت دارند بنابراین ما باید ماموریت در هند بسازید خود را بجرو ببریم آیا فراورده در هند بسازیم نباید ترجیح ما بشود بیایید تصمیم بگیریم که آنچه که تولید می شود یا در کشور ما فراهم می شود باید ترجیح ما باشد ما بایستی با فراورده محلی برای یک فردای خوشایند تاکید نمایم ما بایستی فراورده محلی را برای یک آتی درخشان بجرو ببریم آنچه که در روستا تولید می شود باید بیان ترجیح داده بشود اگر این در روستا موجود نیست ما بایستی فراتردن به تحصیل به بخش و سپس به سطح ایالتی برویم من فکر نمی کنم که کسی باید برای تامین احتیاجات خود خارج از ایالت خود برود اقتصاد روستایی ما تقویت خواهد یافت کار آفریان کوچک ما تقویت خواهند یافت و شیعه مرسمی ما نیز به پیشرفت خواهند نهاد برادران و خواهران ما تلفن های همراه را دوست داریم ما می خواهیم پیام های واتساپ را ارسال نماییم ما می خواهیم در فیس بک و تویتر وجود داشته باشیم اما ما می توانیم به اقتصاد کشور از طریق این وسایل کمک بکنیم تکنولوژی برای کسانی که سودمندی آن را میدانند مفید می باشد تکنولوژی برای عمران یک هند مدرن سودمند می باشد چرا ما به سوی پرداخت دیجیتال به جلو نرمیم ما در حال حاضر ازین امر می باریم که کارت روپے ما در سنگاپور قابل قبول است کارت روپے در آینده نزدیک در کشورهای دیگر نیز قابل قبول خواهد بود پس سکوی دیجیتال ما به صورت روپے توسعه می نهد آیا ما نباید به پرداخت دیجیتال در روستاها مغازه های کوچک و مراکز خرید کوچک تاکید نماییم به خاطر راستی فرانمایی و محکم نمودن اقتصاد کشور ما بیایید ما به سوی پرداخت دیجیتال برویم اکثر شما با روستاها می روید شما عموما تابلوهای نصب شده توسط تاجران را می بینید که بران نوشته شده است که ما فقط پول نقد را می پذیریم و ننسیه من از بدرگزان درخواست خواهم نمود که تابلوی دیگری را نشان بدهند که بگوید که ما دیجیتال شده ایم و پول نقد را نمی پذیریم ما باید اینچنین محیط را به وجود آوریم من از بخش بانکی و مردم از جهان مردم از جهان بدرگانی خواهم خواست که به این چیزها تاکید نمایند در کشور ما طبقه متوسط زیادی عالی تر ربه افزایش می نهد این یک چیز خوب است مردم سالی یک بار یا دو بار به عنوان سیاح با خانوادهشان به کشورهای متعدد می روند این خوب است که کودکان ما نیز در معرض سیاحت قرار بگیرند آیا هیچ والدین وجود دارند که نمی خواهند که کودکانشان از لحاظ احساساتی به سرزمین کشور تاریخش و آب و هوایش مرتبط باشند آیا آنها نمی خواهند که کودکانشان از این چیزها انرژی تازه‌ای را به دست بیاورند ما بایستی به جهت درست به جلو برویم ایم ندارد که ما چقدر پیشرفت نمودیم اگر ما از ریشه‌های خود قطع رابطه نمودیم
ما هیچ وقت نمی توانیم زنده بمانیم. من امروز از باروهای قلعه سرخ یک چیز را از شما می خواهم، این برای ایجاد شغل و کار برای جوانان، برای ساختن یک سیمای هند در جهان می باشد و ان کے ما به جهان بگوییم که هند چه استعداد را دارد. وقت آن فرا رسیده است که شما تصمیم بگیرید که قبل از سال 2022 میلادی که هند 75 سال استقلالش را جشن خواهد گرفت، ما خانوادههای خود را به حد اقل 15 مقصد توریستی در کشور ببریم. ما ممکن است در این جاها دچار یک کمی مشکلات بشویم، اما هنوز هم شما باید آنجا بروید. ممکن است در آنجا هتلهای خوب نباشند، اما بعضی اوقات این چنین مشکلات همراه خود فرصت ها نیز می آورم. کودکان ما خواهند آموخت که کشورشان چیست هنگامی که آنها از این چنین مقاصد دیدار خواهند کرد. کسانی که می توانند تحصیلاتی را به وجود آورند نیز در آنجا خواهند رسید و این شغل و کار را به وجود خواهد آورد. چرا ما یک مقصد خوب سیاحتی را توسعه ندهیم؟ چرا نباید یک هدف 2-5-7 مقصد سیاحتی برجسته در هر ایالت وجود نداشته باشد؟ قسمت شمال شرقی هند منابع طبیعی فراوان را دارد، اما چقدر دانشگاه های هستند که قسمتی از کشور به عنوان یک مقصد سیاحتی می باشند؟ شما نبایستی پول زیادی را به خرج بدهید و نه لزومی دارد که شما وقت زیادی را صرف بکنید، بلکه شما در ظرف 7-10 روز می توانید در داخل کشور مطبوع خود سیاحت بکنید. در جاهایی که شما ازن بازدید می نمایید یک جهان تازه به وجود خواهد آمد. زندگی شما با سعادت خواهد شد هنگامی که ما هندیان از مناطق توریستی قسمتهای شرقی کشور بازدید می نماییم. خارجیان نیز آن را دنبال خواهند کرد، اما فکر بکنید که هنگامی که ما خارج کشور برویم و مردم در آنجا بپرسند که آیا شما آن معبد در تامل نادو را دیده اید و ما جواب منفی می دهیم، در آن صورت چه احساس به وجود خواهد آمد؟ آنها متعجب خواهند شد و خواهند گفت که آنها باوجود بودن خارجی از آن معبد زیارت نموده اند، اما شما که هندی هستید تا به حال آن را ندیده اید. اکنون من می خواهم از برادران کشاورز خود چیزی بپرسم. برای کشاوردان، برای همیهنان من، این کشور مادر وطنشان است. همین که ما بھارت ماتا کی جے می گوئیم، قلوب ما پر از انرژی تازه می شوند. لفظ وندے ماترم در قلوب ما یک جنبه فداکاری برای کشور را بے وجود می آورد. یک تاریخ طولانی از ما تشویق می کرد، اما آیا ما هیچ وقت درباره صحت مادر وطن خود فکر نموده ایم؟ به طوری که ما از کودهای شیمیایی و حشر کچھ ها استفاده می نماییم، این به صحت زمین آسیب می رساند. من به عنوان یک کشاورز و به عنوان یک کودک که این سرزمین حق ندارم به صحتش آسیب برسانم. من حق ندارم مادر هند را مغموم بکنم و نه حق دارم که آن را بیمار بسازم. ما به زودی 75 سال استقلال ما را به تکمیل خواهیم رساند. پدر ملت محترم به ما راهی را نشان داده است. آیا ما نمی توانیم از استعمال کود شیمیایی 10% یا 20 یا 25% در کشورهای ما تخفیف بکنیم؟ و اگر امکان پذیر باشد ما نمی توانیم یک جنبش رهایی را آغاز بنماییم؟ این یک خدمت بزرگ به ملت خواهد بود، این یک اقدام بزرگی در راه حفظ مادر زمین ما خواهد بود. جزوجهد شما در حفظ مادر زمین با دعای کسانی نیز برخوردار خواهد بود که زندگانی شان را با شعار وندے ماترم به منظور به تحقق رساندن رویای حصول آزادی برای میهن ما از دست دادن. بنابراین من از شما درخواست میکنم، چون من کاملا مطمئن هستم که هم میهنان من حتما قادر به حصول آن خواهند شد، که کشاورزان من این درخواستم را به تکمیل خواهند رساند، چون من به آنها اعتقاد کامل دارم. حرفه‌گران کشور ما
بسط جہانی موقعیت عالی را دارن صلاحیت شان بخوبی شناخت شده از مردم دانها احترام می نمایند. اینچه فضا باشد و چه تکنولوژی ما بے اوجه تا دی دست یافتیم این برایم ما خرسندیست که چندریان ما به صورت به سوی قسمتیت ما حرکت میکند که انجا تابحال هیچ کس نرسیده است. اینچنین تسلط رومداران ماست همین طور حضور ما درد مین بادی ها خیلی کم تر است. در حال حاضر فرزندان و دختران به گروه سندھ 18-22 سالگی کشورمان پرچم سرنگی ہند را در استادیوم های بازی های متعدد بے تعداد در میآورن ازن چه احساس فخر و باحت می شود. ورزشکاران ما باعث تحسین و ستائش کشور می شوند. ہمیان عزیز ما بایستی کشور خود را به جلو ببریم، ما بایستی کشور خود را دیگر گون بسازیم، ما بایستی کشور خود را به اوج اطلاع جدید تری برسانیم و ما بایستی انکار را به طور دست جمعی انجام بدهیم. دولت و مردم باید آن را بهتر دست جمعی و مشترک بدست بیاورند. 1300 میلیون نفر از هم میهنان ما بایستی انکار را انجام بدهند. نخست وزیر این کشور نیز مانند شما یک فرزند این کشور است و او هم شهروند این کشور است. ما همه باید برای این بهتر متحد کار بکنیم. در روزهای آینده تقریباً 150,000 مراکز سلامتی و مراکز بهداشتی در نواحی روستایی احداث خواهان شد. احداث یک دانشکده پزشکی برای هر سه حوزه مجلس مردم مارا قادر خواهد ساخت. در رویای جوانان ما برای بودن پزشک را به تحق برسانیم. مسکن برای بیشتر از 20 میلیون نفر از مردم فقیر ساخت خواهد شد. ما بایستی آب آشامیدنی قابل نوشیدنی را به 150 میلیون خانه در نواحی روستایی فراهم نماییم و جاده های 1.25 کیلومتر را در نواحی روستایی بسازیم. به هر روستا باید ارتباط باندهای گسترده فراهم بشود و آن باید به شبکه فیبر نوری مربوط باشد. همینطور یک شبکه بیشتر از 50,000 استارتاپ جدید نیز باید احداث بشود. ما لزومی دارد با رویاهای متعدد به جلو برویم. 1300 میلیون نفر هم مهنان رویاهای شان و چالشهای شان را دارند. هر رویا و هر چالش بجای خود مهم است. این تو نیست که بعضی از آنها بیشتر حائز اهمیت اند و دیگری دارای اهمیت کمتر است. این برای من ممکن نیست که در دوران این سخنرانی به همه این موضوعات سخن برانم. بنابراین هرچه که من توانستم امروز بگویم و آنچه که نتوانستم بگویم به طور یکسان اهمیت دارد. اگر ما به جلو می رویم ما باید این را در نظر بگیریم که ما بایستی کشور خود را به جلو ببریم. 75 سال استقلال، 150 سال مہاتما گاندھی و 70 سال قانون اساسی ہند برائے بے تحقق رساندن رویای بابا صاحب امبیدکر به تکمیل رسیده است. ما همچنین امسال 550 سال روز تولد گورانک دیو جی را جشن می گیریم. بیایید ما با پیروی نمودن تعلیمات بابا صاحب امبیدکر و گرو نانک جی به جلو برویم. چون ما بایستی یک جامعه بہتر و یک کشور بہتر را برحسب توقعات سراسر جہان بسازیم. برادران و خواہران من، ما میدانیم کہ اہداف ما بے اندازہ ہمالیہ بلند می باشن. رویاہ ما نیز حتی بیشتر از ستارگان بے شمار می باشن. اما ما همچنین میدانیم کہ حتی آسمان ها نمی توانند جلوی پرواز جرات ما را بگیرم. این عزم راسخ ماست. استعداد ما فراتر از سنجش مانند اقیانوس هند می باشند. تلاش ما مانند روز گنگای مقدس می باشند که همیشه در حال جریان می باشد. براتر از همه این ارزش ما از فرهنگ قدیم ما و تعلیمات روحانیون ما الہام می گیرند. فداکاری و زحمات سخت ہم میران ما انگیزه ماست. تامین مسئولیت های ما یک اعتماد جدید و یک عزم جدید برای ساختن یک ہند نوین باید شعر ما
باشد بیاید ما ان تنها طبقه کشور مارا بے جلو بے بریم من بار دیگر بے حضور ہر کس کے برائے کشور زندے ماندے پھر مبارزے پر داختے وہ جان خدرا ہر دست دادے سر تسلیم خمی نمایم جے ہند بھارت ماتا کے جے وندے ماترم خیلی متشکرہ۔